اول قرار دارد. پس به چشم پزشکی حاذق و صادق مراجعه کنید که با تشخیصهای اعجاب انگیزش تحسین جامعه چشم پزشکی را برانگیخته. دکتر جان رضاپور، چشم پزشک مورد اعتماد جامعه ایرانی. دکتر جان رضاپور با داشتن دو بورد تخصصی از آمریکا به همراه فوق تخصص در قرنیه و کاتاراکت، چشم پزشکی است منحصر به فرد در تشخیص و درمان. ادوانس آی سرجری کلینیک 818-205-1200 310-657-3200. دکتر جان رضاپور هستم از ادوانس آی سرجری کلینیک، یکی از مجهزترین کلینیک های غرب امریکا. ادوانس آی سرجری کلینیک مجهز به تکنولوژی بسیار پیشرفته چشم پزشکی است که توسط FDA اپروف شده است. منتظر دیدارتون در ادوانس آی سرجری کلینیک هستیم. درود به بینندگان عزیز و ارجمند برنامه شگفتی‌های جهان چشم پزشکی. امید من آن است که تندرست سرحال باشید و فرصت داشته باشید تا با هم سیری در کهکشان علم و اندیشه داشته باشید. فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. برنامه شگفتی‌های جهان چشم پزشکی هر هفته روز شنبه ساعت 12:01 بعد از نیم روز به وقت لس آنجلس از شبکه جهانی تلویزیون پارس به شما عزیزان تقدیم می‌گردد و من دکتر رضاپور، جراح و متخصص بیماری‌های چشم، در این برنامه درباره بیماری‌ها و جراحی چشم با شما سخن می‌گویم. بازپخش برنامه فردا شب ساعت 10 شب به وقت لس آنجلس که حدوداً 8 صبح یا 8:30 صبح به وقت ایران خواهد بود از همین شبکه تلویزیون پارس. امروز متاسفانه برنامه پرسش و پاسخ نداریم از رادیو، بنابراین دوستان اگر سوالاتی دارن در همین برنامه سوالاتشون رو مطرح کنن تا به سوالاتشون پاسخ بگویم، ولی هفته آینده برنامه پرسش و پاسخ در ساعت 2 تا 3 هم خواهیم داشت. متاسفانه این هفته اون برنامه تعطیل است و بنابراین همونطور که عرض کردم سوالاتتون رو در این وقت کمی که در این برنامه هست مطرح بفرمایید تا سوالاتتون رو پاسخ بگیرم. اجازه بفرمایید قبل از اینکه من به سوالات دوستان عزیز پاسخ بگویم صحبتی داشته باشم در مورد یکی از مطالب مربوط به چشم. ما به عنوان چشم پزشک همیشه دنبال اون هستیم که بهترین ها رو برای بیمارانمون با روش تحقیق، امروزه دیگر تقریبا میشود گفت طب تجربی معنی ندارد و طب تحقیقی است. یعنی چی؟ یعنی که هر موضوعی، هر دارویی، هر بیماری، هر تکنولوژی جدیدی، هر دستگاه جدیدی بایستی در موردش تحقیق بشود و این تحقیق به اصطلاح اپروال FDA برسد تا ما به راحتی بتوانیم استفاده بکنیم. پس طب امروز طب تحقیقی است نه طب تجربی است. خب در 100 سال گذشته، 50 60 سال پیش طب تجربی بود. یعنی یک یا چند پزشک تجربه می‌کردن مطلبی رو، بعد می‌گفتن این دارو خوب است یا بد است، یا این شیوه عمل خوب است یا بد است. ولی نه، این شیوه مردود شده است و شیوه تحقیق امروزه چراغ راه ما پزشکان برای کمک به بیمارانمون هست. خب بسیار از پزشکان و از جمله چشم پزشکان از تجویز کمک‌های دارویی به اساس ساپلمنت‌های دارویی یه خورده هزیتیت می‌کنن و این نوتریتینت‌ها رو به اصطلاح بهشون می‌گیم نوتراسوتیکال‌ها رو به بیمارانشون نمیدن یا بهش اعتقادی ندارن و بسیاری از اینها چون FDA تایید نشده است، بنابراین خب
دست و بال پزشکان میترسند که چون داروها FDA اپروو نشده است به بیماران بدهند. و به نظر من هم کار درستی است. واقعا اگر داروی FDA اپروو نیست، نمیدانیم که در اون قرص یا در اون شربت یا در اون پماد چی هست. او یه کارخانه ساخته و داده بود. حالا اونایی که از کارخانه‌های معروف و کمپانی بسیار معروف هستن، مثل الکان، مثل باشنلا، مثل جنجی، خب اینا تا حدی حتی اگر FDA اپروو هم نباشن قابل اعتمادن. چرا؟ چون این کمپانی ها صاحب نامن، سالهای سال، بعضی هاشون واقعا بیش از 50 ساله 60 ساله که در بازار هستن و هرگز نمی آین داروی یا قطره یا قرصی رو وارد بازار کنن که برشون بدنامی ایجاد کنه. برابر این همیشه سعی میکنن تا اونجایی که امکان داره دارو یا قطره یا هر ماده‌ای رو که وارد بازار میکنن بهترین ها باشه. پس بنابراین صحبت من در مورد داروهای نیست که از کمپانی های معروف وارد بازار میشه، اونا رو تقریبا ما بدون ترس مصرف میکنیم. صحبت من در مورد کمپانی های هزاران کمپانی دیگری که وجود دارن، کمپانی های دارویی، کمپانی های تکنولوژی، کمپانی های به اصطلاح داروسازی، که اینها فارماسیوتیکال، که اینها دارو میسازن و وارد بازار میکنن و اونها رو نمیدانیم که واقعا داروشون چی است. اگر FDA اپروو نکرده باشه ما هم جرئت نمیکنیم مصرف کنیم. اما یک استثناءی در کار هست که این استثناء رو باید توجه کنیم. بعضی از داروهای اووردیک، ببینید داروهایی که پرسکریپشن هستن، هیچ داروی پرسکریپشنی در امریکا بدون اجازه FDA وارد بازار نمیشه. و پس از اون نظر خیلی مراحت، یعنی هر دارویی که با نسخه است حتما FDA این رو تایید کرده، سالها روش تحقیق شده، تحقیقات به FDA ارائه شده، FDA بررسی کرده و بعد اجازه داده این دارو بیاد توی مارکت. خب این دارو رو ما بدون ترس از عوارض مصرف میکنیم. تازه خیلی از این داروها بعد از مدتی که مصرف میشه، نه خیلی، بعضی از این داروها بعد از مدتی که مصرف میشه تازه عوارضی نشون میدن که اون عوارضی که نشان میدن عوارض تازه است و در اون تحقیقی که به FDA ارائه شده این عارضه نبوده است. پس میخوام این رو عرض کنم که حتی داروهایی که FDA هم اپروو میکنه در بعضی موارد، بعضی از موارد کم استثنایی، میتوانند عارضه داشته باشند که ما نباید مصرفشون کنیم. چه برسد به داروهایی که اصلا FDA اپروو نمیکنه. هزاران و شاید چندین ده هزار قرص، دارو، پماد، چه میدونم وسیله در بازار هست به شکل اوور دی کانتر، به شکل بدون نسخه، که اینا رو مردم میخرن، اوردر میدن، مصرف میکنن، ولی من به عنوان پزشک هرگز این کار رو نمی کنم. چرا؟ چون میترسم، چون نمیدونم که چی توی این قرص هست، چی توی این پماد هست، چی توی این دارو هست، چی توی این دستگاه هست که به بدن من زیانی وارد نکنه. چرا؟ چون روش تغییر باشه. شاید این سخن من خیلی سنگین باشه، خیلی از کمپانی‌های دارویی بدشون میاد از این صحبتی که من میکنم، اشکالی نداره. مهم این هستش که انسان‌هایی که اطراف ما هستن، چه نزدیک و چه دور، لطمه نبینن از داروهایی که استفاده میکنن، داروهایی که به ما داروی گیاهی، داروهای نمیدونم غیر شیمیایی، داروهای چینی، داروهای فلان مصرف میشن، هیچ کدام مورد تایید FDA نیستن، یعنی مرتبط نیستن که روشون تحقیق نشده که به FDA ارائه بشود. بنابراین استفاده از این داروها واقعا جایز نمی باشه. اما بعضی از داروها هستش که مخصوصا داروهای اوور دی کانتر که FDA اپروف کرده و خیلی روش تحقیق شده، از جمله فرمول ایرز. شما میدونید که فرمول ایرز 17 سال روی این دارو تحقیق شد، شاید بیش از
20 میلیون آدم رو این دارو روشون تحقیق کردن و بعد مشخص شد که این تنها دارویی است، تنها یه دارو که نیست، که یه ترکیبه در این قرص، قرص ارت، که این ترکیب میتواند جلوی پیشرفت مکرون دیجنریشن رو بگیرد یا از حتی از بروزش جلوگیری کنه و یا سیر پیشرفتش رو خیلی آهسته کنه. خب این دارو الان تمام چشم پزشکا در سراسر دنیا این دارو رو بدون ترس به بیمارانشون توصیه میکنن و نتیجه هم میگیرن. و اما این داروی اوورد کانتر با نسخه نیست، اما FDA این اپروف کرد. تازه FDA اومد یک قدم هم فراتر گذاشت، اومد در حدود 22 تا کمپانی که این فرمول رو میساختن و به بازار میدادن، اومد داروی اینا رو گرفت، برد توی آزمایشگاه تست کرد و گفت در حدود 3 تا 4 تا از این کمپانی ها دقیقا این فرمول رو دارن رعایت میکنن، در 17 تا دیگه اینا مورد تایید FDA نیستن ولی همون فرمول رو میسازن. پس ببینید چقدر مسئله داروهای اوور دی کانتر، یعنی داروهایی که بدون نسخه شما میخرید، اهمیت داره و باید توجه بکنیم بهش و ببینیم که چه کمپانی ساخته، آیا FDA اپروف هست یا نیست، بعد مصرف کنیم. هر دارویی که دستمون رسید نخریم و بذاریم که شکم میتواند عوارض زیادی داشته باشه. چندی پیش یه عده زیادی از خانم های اورینتال اینا دچار نارسایی کلیه شدن و بعد معلوم شد که همه اینها از یه داروی گیاهی استفاده میکردن که این داروی گیاهی برای حاملگی، برای به اصطلاح باردار شدن مصرف میشد. اینا همه جوان بودن، احتمالا اشکالات بارداری داشتن، اینو مصرف میکردن که باردار بشن، همشون دچار نارسایی شدید کلیه در حد مرگ شدن و به اصطلاح ترانسپلنت کلیه نیاز پیدا کردن. بعد که بررسی شد اون دارو، دیده شد ماده ای در این دارو هست که میتواند باعث مرگ کلیه بشه. پس بنابراین این درس های بزرگی است برای ما که داروهای اوور دی کانتری که مصرف میکنیم، یک، FDA اپروف باشد، اگر نیست دو، از کمپانی های معروف باشد، سه، تا اونجایی که میتوانیم مصرف نکنیم اصلا داروهای اوور دی کانتر. خب من هم خب طبعا به عنوان یک چشم پزشک تابع این قانون هستم و من هم زیاد سعی نمی کنم که هیچ داروی ساپلمنتی به مریضان بدم که اپروو نشده است و به اون اعتماد ندارم. اما مثلا فرض کنید من به عنوان مثال بهتون بگم که فیش اویل یا اومگا 3 فتی اسید که یکی از واقعا داروهای کمکی و سپلمنت های بسیار خوب هستش، اخیرا تعدادی ریسرچ شده و گفتن مثلا برای خشکی چشم اثری نداره، برعکس یک تحقیقات دیگر نشون داده است که خیلی هم برای خشکی چشم خوب است. وقتی دقت میکنیم میبینیم خب هر کدوم از این تحقیقات از یک محصول مشخصی استفاده کردن. اونی که از یک محصول خوبی استفاده کرده میگه که نتیجهش خوبه، اونی که از یک محصول بدی استفاده کرده میگه نتیجه نداره. پس معلوم میشه که متفاوت هستن اینها. حالا در همین اومگا 3، در همین به اصطلاح فیش اویلی که مصرف میکنیم، یک به اصطلاح یک اسیدی وجود داره، لیپولایپولیک اسیدی وجود داره به نام گاما لاینولیک اسید، که این گاما لاینولیک اسید که بهش GLA یا گلاک GLA هم میگن، اینه که واقعا خوبه اگر توی فیش اویل این باشه به درد شما میخوره و جلوی خشکی چشم شما رو میگیره. اگر نباشه ممکنه فیش اویل رو بخورید ولی چون گالا نداره، GLA نداره، کمکی بهتون نمیکنه. حالا تحقیقاتی انجام شد و بالاخره متوجه شدن که این GLA رو فقط در نوع خاصی از فیش اویل یا از اومگا 3، نوع خاصی از اومگا 3
این به اصطلاح جی ال ای رو داره و یک به اصطلاح دابل بلایند رندوملی مالتی سنتر تحقیق شد، یعنی این تحقیق شده بود، تحقیق شد و نشون داده شد که این جی ال ای میتواند کمک کنه خشکی رو کم بکنه، التهاب سطح چشم رو کم بکنه. تست سایتولوژی داده شد و تست سایتولوژی نشون داد که با ایمینو اسید دیدن که مارکرهای به اصطلاح آماسی و ایندکس های آماسی رو کم میکنه و بعد اینو با ایندکس های توپوگرافی کم با انجام توپوگرافی از قرنیه ثابت کرد. خب این گالا در چی وجود داره؟ در یک گیاهیست که اسم انگلیسیش از بلک کارنت. من هرچی گشتم که مادر فارسی بلک کارنت رو پیدا کنم، در بعض از دیکشنری ها میگه توت سیاه، در بعض از دیکشنری ها میگوید انگور فرنگی سیاه. شکلش هم که میبینیم بیشتر شکل توت سیاه نشون داده میشه. فکر میکنم در فارسی اینو توت سیاه بود. این تنها ماده ایست که مقدار زیادی این به اصطلاح کارنت گالانت رو داره، که این کارنت گالانت هستش که توی اومگا 3 هم هست و به درد خشکی چشم ما میخوره. بنابراین اگر بیایم و از این ماده، از این میوه این ماده رو تهیه کنن، خیلی خیلی مفیده. حالا یک کمپانی اومده این کار رو کرده و به اصطلاح این ماده رو از این ترکیب جدا کرده و نتایجی هم که از در تحقیقاتش انجام داده خیلی 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 خوب. من شخصا در یک مطب شروع از جراحی کار میکنم و معمولا بیماران من به خصوص که برای جراحی کاتاراکت آماده میشن یا جراحی گلاکوما باعث خشکی چشمشون قبلا خوب به اصطلاح درمان بشن. چرا؟ چون اگر بخوایم ریفرکتیو سرجری رو این چشم انجام بدیم اگر خشک باشه جواب خوبی نمیده. خب ما همیشه گفتیم قبل از اینکه عمل رو شروع کنیم یکی دو هفته، گاهی سه هفته، گاهی یک ماه مریض رو میگذاریم روی استیروئید، روی زایگرا یا روی سایکلوسپورین. پلک رو باید تمیز کنن، باید پماد به چشمشون بزنن، دوا مصرف کنن. ولی هیچ وقت من چیز خوراکی به اصطلاح ساپلمنت خوراکی به مریض رو نمیدادم تا اینکه این تحقیق به دستم رسید و از این به بعد تصمیم دارم که علاوه بر اون کار خشکی این قرص رو هم به بیمارانم بدهم تا عمل جراحیشون بهتر از آب در بیاد. حالا در فرصتی که باشه من در مورد این قرص بیشتر توضیح خواهم داد. خب اجازه فرمایید که با یکی از دوستان عزیز صحبت بکنم. دکتر رضا پور هستم از شگفتای جراحی چشم پزشکی. بفرمایید. الو جانم بفرمایید. الو بفرمایید. آجما خوب آیده گرد. مرسی، خیلی ممنونم، بفرمایید. ما ادیرم بزنم میشه آیده. بله بله آیده، که ما چند وقت پیش تو راه شیراز با ماشین داشتیم میرفتیم، خودت تو وسطا راه چشمون سوز داد، خلاصه تا رسیدیم شیراز اینای زرد رنگ هست، شب که خوابیدیم رو چشم میای آیه جرمای زرد رنگیه. بله صبح دیگه بازور اینا با پماد اینا پاک کردیم اومدیم شهرمون، موقع که برگردیم شهرمون سمت چپم، سمت چپ چشم چپم خیلی درد میکه، خیلی درد میکه. بعد رفتم پلو چشم پزشک، بعد بلاری یه آب زلالی از بینی میامد بیرون، یه آب زلالی، یعنی نه کثیفی بود، آب زلالی بود، آب زلال سفید رنگی بود. خانم دکتر بله قدره که ریخ داخلش او آب بینیه قد شد. بعد دوباره برده یک ماه دیگه این آب بینی دوباره اومد، آب بینی که میاد سمت چپ چشمم بالا درد میگه، بخوام بیرم بیر آب بینی مالی چه ماهه بخاطر
درد چشمه، بعد گرفتم بلو سوچار چشمم خیلی بالا بود. بله خب ببینید، هر بیماری که در چشم وجود داشته باشه و باعث تحریک چشم بشود، خب اشک تولید میشه، این اشک وارد مجرای اشکی میشه و میره از داخل بینی میاد بیرون. اون آبی که از بینی شما میاد هیچ چیزی نیست جز اشک اضافی که در این چشمتون به خاطر تحریکی که هست ایجاد میشه. خب اگر فشار چشمتون بالاست اون باعث درمان بشه. اما یک نکته‌ای که من میخوام، چون شما گفتید که توی راه داشتید رانندگی میکردید و این اتفاق براتون افتاد. ببینید یک مگسی هست به نام ماگوت. این مگس پرواز میکنه و میاد محکم خودشو میزنه تنها جایی که این میتواند تخمشو بریزه و این تخما به اصطلاح بعدن تبدیل به کرم میشون در داخل چشم، و اینا به سرعت میان میخورن به صورت شما، بغل چشمتون تخمشون رو میریزن و میرن. این تخم یواش یواش در زیر پلک بالا به کرم تبدیل میشه، کرمای بسیار ریزی، باعث تحریک چشم میشه، باعث آبریزش چشم میشه، باعث قرمزی چشم میشه. در این گونه مواقع اگر پلک رو برگردونیم این کرما رو میبینیم و باعث یکی یکی اینا رو درشون بیاریم. قطعه بیهسی که بریزیم اینا همه بیهس میشن، میمیرن و بعد میتوانیم پاک کنیم. این نکته رو از این نظر عرض کردم که شاید این اتفاق برای شما افتاده و چشم پزشکتون به این توجه نکرده. بایستی به این مسئله توجه کنید که نکنه شما این ماگوت در چشمتون هست. این رو به دکترتون بگید که از من شنیده اید، آیا بررسی کنن اگر هست واقعا اون رو برطرف کنن. اما اگر فشار چشمتون بالاست، خب اونو باید دوا بدن و فشار رو بیارن پایین. اون آبی که از بینی شما میاد چیز مهمی نیست، به خاطر اینه که چشمتون التهاب داره. از التهاب بله؟ آبی که از بینی میاد از یه سوراخ بینی، اما از اون سوراخ چپ بینی میاد، از یه سوراخ میاد، اون آب هم چسبناکه. بله عرض کردم اون آب اشکیست که از چشم چپتون اضافه وارد مجرای اشکی میشه، از بینیتون میاد بیرون. بنابراین اشکال چشمتون باید برطرف بشه، که من گفتم هنوز من شک دارم که شما ممکنه ماگوت داشته باشید. برگردید پیش دکترتون بگید زیر پلک بالا رو نگاه کنید ببینید که این کرم ریز ماگوت هست یا نیست. من یه خورده شک دارم و بعد ببینید که چه میشه. آفرین. دکتر شما درد نکنه، ممنونم. سپاسگزارم. دکتر رضا پور هستم از شیفتای جان چشم پزشکی، بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام عزیز. الو. بله جانم بفرمایید. ببندی و با تلفن با من صحبت کن. الو. الو. بله جانم بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام. ببینید تلویزیونتون رو ببند، تلویزیون رو خاموش کن و با تلفن با من صحبت کن. تلویزیون رو خاموش کن و با تلفن با من صحبت کن. بفرمایید. الو سلام آقای دکتر. عزیزم سلام، بفرمایید. الو. ولش کن. نمیشنوه. الو بفرمایید. خب حالا من داشتم در مورد این تحقیقی که روی این بلک کارانت انجام شد و دیدن که اون ماده‌ای که عرض کردم دی‌ان‌ای هستش، گاما لینولئیک اسید هستش، این میوه به مقدار زیاد وجود داره. فارسیش نمیدونم، توت سیاه یا انگور فرنگی سیاه، به هر حال یه چیزی
شبیه توت سیاه. حالا این تحقیقی که انجام شد نشان دادن که تمام بیمارانی که خشکی چشم داشتن و این جیلی رو مصرف کردن خشکیشون به مراتب خیلی بهتر شده است. و بنابراین سعی ما این هستش که این قرص رو در به اصطلاح پرسکریپشن هایی که برای مریض ها قبل از اول جراحی میدیم، حتی اونایی که جراحی ندارن و خشکی چشم دارن، براشون به اصطلاح در نظر بگیریم و مطمئنا نتیجه خوبی از این درمان خواهم گرفت. این قرص با نام هایدرو آی در مارکت وجود داره و من بازی مقدار روی خود هایدرو آی هم مطالعه کردم و دیدم که به نظر میرسه واقعا اون چیزی که تحقیقات نشون داده درست باشه و بنابراین سعی میکنیم که هایدرو آی رو به مریضا قبل از عمل یکی دو سه هفته بدهیم. البته اونایی که خشکیشون خیلی شدیده حداقل باید یک ماه تا شش هفته این دارو رو مصرف کنن تا نتیجه بگیرن. خب اجازه فرمایید که با دوست عزیز دیگه صحبت کنم. دکتر رضا پور هستم، بفرمایید. الو، خسته نباشید. سلام علیکم. سلام علیکم عزیز. الو آی دکتر، من 64 سال سنمه و کشاورزم هستم. من چشمم لنز گذاشتم در حدود 3 سال پیش از چشم چپم، همیشه مثل یه چند پرنده دارم پرواز میکنم میبینم. رفتم پلو دکتر من گفتن چیزی نیست، به خیالش واینا تموم میشه فلان. دوباره چشم راست من الان یه پرده میاد رو چشمم، میز چپ نگاه میکنم، میز راست نگاه میکنم، یه چپ راست نمیبینم، یعنی چشمم ضعیفه، یعنی همون جوری که از جلوتر لنز گذاشتم هنوز بهترم بید. الان خیلی سخت میشه گوش میدن تلویزیون. تشکر. من میتونم خواهش کنم شما یک کمی واضح تر صحبت بکنید تا من متوجه بشم؟ قدر. بله، من تنها چیزی که متوجه شدم از صحبت ایشون اینه که فلوترز دارم به مقدار زیادی و این فلوترز رو به پزشک مراجعه کردم. پزشک بهشون گفته که فلوترز چیز مهمی نیست. من هم میگویم فلوترز چیز مهمی نیست. فلوترز یعنی مگس پران در جلوی چشم افراد یک پدیده ایجینگ. همه آدم ها بعد از مدتی این پدیده رو دارد، درست مثل سفید شدن موی سر، و هیچ راهی برای جلوگیری و هیچ راهی برای درمانش وجود نداره. البته اگر اونقدر زیاد باشه که واقعا مانع دید شما بشود، و باید برویم ویترکتومی کنیم، عمل جراحی بزرگه، تمام اون زجاجی داخل چشم رو در بیاریم، چون اینا داخل زجاجی هستن، تا تمیز بشن. اگر واقعا خیلی زیاد باشه، من شاید در تمام طول چه میدونم بیش از 30 سالی که دارم تبابت میکنم شاید یک مورد یا دو مورد پیش اومده که مجبور شدیم ببریم و این ویتروس رو خارج کنیم به خاطر این فلوترز بسیار زیادی که مریض داشته است. پس بنابراین احتمال اینکه احتیاج به عمل جراحی داشته باشه کمه، اما کاهش دیدتون ربطی به فلوترزتون نداره. کاهش دید شما بایستی ببینید چی هست، آیا مکرو دیژنریشن دارید، آیا کدرک دارید، آیا گلاکوما دارید، آیا اپتیک اتروفی دارید، چی دارید. اون مسئله مهمه که بررسی بشه. البته در اینجا باید یه پرانتزی باز کنم و ذکر کنم که بعضی از بیماری ها هم هستن که شروعشون با فلوترزه، مثل یوویتیس، آماس داخل چشم، گاهی اوقات با فلوترز شروع میشه. یا فرض کنید که اگر شما یک توکسوپلاسموسیس داشته باشید که اونم یه نوع التهاب شبکیه است که به علت یک به اصطلاح پروتوزوا ایجاد میشه که از گربه منتقل میشه به آدم، اون هم میتواند اولش با فلوترز شروع بشه. اینها استثناء هستن. به طور کلی 98% موارد فلوترزا چیز مهمی نیست. اما اگر شما یه روز صبح پا شدید و دیدید تازه فلوترز ایجاد شده و گوشه چشمتون هم برق میزنه، اون مسئله مهمه، بایستی حتما چشم پزشک شما رو ببینه، معاینه کنه، باز کنه، دایلیت کنه چشمتون رو
و کنارهای چشم رو ببینه نکنه سوراخی ایجاد شده، چون سوراخ در شبکه هم با فلوترز خودشون نشون میده. اگر سوراخ باشه بلافاصله باید لیزر کنیم که تر نشه، پاره نشه و بعد شبکه کنده نشه. این کار اگر بکنیم، این در آفیس عملی است، با یه لیزر، با انجام یک لیزر اطراف اون هول مسئله حله و احتیاجی به جراحی نخواهد. پس این موارد رو در نظر داشته باشید. پس نکته مهم در فلوترز اینه که اگر تازه است، همون روز شروع شده با فلاشینگ، یعنی فلاش میزنه همراهش چشمتون رو میچرخونه مثل که برق روشن میشه، این خیلی مهمه. در این صورت حتما به چشم پزشک مراجعه کنید تا عذر میخوام بررسی کنن که نکنه شما یه وقت سوراخی هولی در چشمتون باشه. اجازه فرمایید که با دوست عزیز دیگر صحبت کنم. دکتر رضا پور هستم، بفرمایید. الو. بله جانم، بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام عزیز. آقای دکتر بفرمایید. من مرض قند دارم. بله بله، با من این. بله من با شما صحبت میکنم، بفرمایید. آقای دکتر. بله. من مرض قند دارم. بله. بعد میگن نوتروپاپلیک چیه؟ N E U R P A T H Y. این مرض رو گرفتم. یک بار دیگه بگین اسمش رو. N E U R O P A T H Y. نوروپاتی. بله. اگر نوروپاتی گرفته اید بایستی واقعا بررسی بشود که آیا مطمئنن به خاطر قند. بیماری قند بیماری ام الامراضه، میتواند هر مرض ایجاد بکنه. اگر نوروپاتی ایجاد کرد متاسفانه نوروپاتیش دیگه بر نمیگرده. بنابراین شما قبل از اینکه نوروپاتی ایجاد بشود بایستی که قندتون رو خوب کنترل کنید. وقتی نوروپاتی ایجاد شد نوروپاتی رو نمیشه برگردون، ولی یه مقدار داروهایی هست که میدن که این نوروپاتی شما رو یه مقدار کنترل کنه، بدتر نشه. اما مهمترین چیز اینه که قندتون رو کنترل کنید. هر وقت من از مریض میپرسم که هموگلوبین ایوانسی تون چنده، باور کنید الان 3 ساله من دارم آمار میگیرم ببینم یک نفر، البته اغراق نکنم، شاید در هفته 2 نفر از ایرونیا که میان به مطب من، 2 نفرشون میدونن هموگلوبین ایوانسیشون یا ایوانسیشون چند، بقیه نمیدونن. و این واقعا جای تأسفه، این جای واقعا بسیار بسیار تأسفه که شما میرید پیش دکترتون ولی نمیپرسید که ایوانسی من چنده، مرض قند داری. تا میپرسم که ایوانسیتون چنده، میگه آقا دکتر قند من صبح 105 بود. قندتون به درد من نمیخوره، قند صبح دیگه ارزشی نداره. عذر میخوام، اون چیزی که ارزش دارد ایوانسی هست. ایوانسی همه آدم ها باید زیر 5.7 باشه، بین 5.7 تا 6 ای اشکال نداره، ولی از 6 به بالا، اگر تا 7 بده، اگر از 7 به بالاست خیلی بده، اگر از 8 به بالاست وای به حالت. اگر کسی هموگلوبین ایوانسیش از 8 به بالاست وای به حالش. یعنی چی؟ یعنی عمرش کوتاهه، یعنی به زودی اتفاق میفته که عمرش کوتاه میکنه. پس بنابراین اونچه که مسلم هست هموگلوبین ایوانسی هست. همه اونایی که دیابت دارن باید این عدد رو حفظ باشن، همه بدون استثنا. یعنی از این به بعد کسی تو مطب من میاد و سوال میکنم ازش ایوانسی چنده، باید بداند چه عددی است. از کی باید بپرسم؟ از پرایمری کیرشون. پرایمری کیرشون که بلاد تست میدهد اینم توش هست، یا از اون نتیجه آزمایشتون رو که گرفتی توش نگاه کنید، هموگلوبین ایوانسیتون رو ببینید. بنابراین اگر شما عزیزم نوروپاتی گرفته ای، این نوروپاتی درمانی نداره. چرا؟ چون عصب خراب شد، مرده.
چرا؟ به خاطر اینکه سالها قندت بالا بود، کنترل نکرد. پس بنابراین برای اونایی که قند دارن توصیه من اینه که به هر شکلی که شده قندشون رو کنترل کنن. علامت یا ایندیکیتور کنترل قندتون چیه؟ A1C. A1C یعنی چی؟ زیر 6. خیلی فرمول ساده است. پس بنابراین اینو آویزه گوشتون کنید، امیدوارم که نتیجه بگیرید. اجازه بدید که با دوست عزیز دیگر صحبت بکنم. دکتر رضا پور هستم، بفرمایید. سلام جانم. اصلا از جوتون حدود دو ماه پیش من صبح خواب بیدار شدم، دیدم که چشم راستم تار و نمیبینم. به پزشک مراجعه کردم، به 3 تا پزشک مراجعه کردم، هرسشون گفتیم که خونریزی کرده و احتمال معالجه هم نداره. مخواستم نظر شما رو بدونم. ببینید عزیزم، وقتی که شما صحبت از خونریزی در چشم میکنید، کجا خونریزی کرده؟ اگر توی ویترتون خونریزی کرده باشه که اون ساده است، اون با یه عمل جراحی میتوانیم برویم و خون رو برداریم. اگر زیر مکولاتون خون ریزی کرده است، اون رو کارش نمیشه کرد. واقعا خون ریزی های زیر مکولا معمولا خون ریزی های بدخیمی هستن، خون ریزی هایی هستن که نمیشود عمل جراحی انجام داد و معمولا جذب هم به این سادگی نمیشود. احتمالا حس میزنم شما خون ریزی زیر مکولا دارید که 3 تا چشم پزشکم دیدن و گفتن کاری نمیشود کرد. و منم چهارمیش هستم که میگویم کاری نمیشود کرد، فقط یک کاری باید بکنن و براتون آمپول وجف رو تزریق بکنن در داخل چشمتون. با تزریق این آمپول شاید دارم میگم این خونریزی کم کم جذب بشود و هرچه زودتر هم این کار بشود بهتره، برای اینکه اگر به مدت طولانی این خونریزی بماند سلول های روی خونریزی میمیرن و دیگه اون موقع فایده ای نداره. بنابراین تزریق وجف، آمپولایی که در داخل چشم میزنن، احتمالاً کمک بزرگی میکنه به شما. یه خونریزی دیگه هم هست به دنبال سکته چشمی است. اونم اگر باشه متاسفانه اگر نوع شریانیش باشه اونم کارش نمیشه. بنابراین اگر نوع زیر مکولاتونه وجف تزریق بشه، اگر نوع شریانی هست مهم اینه که مواظب باشی در چشم دیگه‌تون اتفاق نیفته. چه کنی؟ فشار خونتون رو کنترل کنید، کلسترولتون رو کنترل کنید، اگر قند دارید کنترل کنید، آب زیاد بنوشید، ورزش کنید، یعنی راه بروید، وزنتون رو کم کنید و دایتتون رو رعایت کنید. دایت چیه؟ دایت عبارت است از دایت مدیترانه، دایت من دایتی که بیشتر سبزیجات و دونه‌های گیاهی نخود عدس لوبیا ماش این چیزاست، آلیو اویل و فیش. گوشت قرمز رو پرهیز کنید، آفتاب رو پرهیز کنید. اینها چیزایی است که برای شما میتونم ذکر بکنم. خب اجازه بفرمایید که با دوست عزیز دیگر صحبت بکنم. دکتر رضا پور هستم، بفرمایید. الو. الو، سلام عرض می‌کنم آقای دکتر. سلام عزیزم. من یه سوال داشتم. من ببخشید چند وقت پیش یه دفعه دیدم، یعنی 2 روز قبلش چشم شروع کرد برق زدن از گوشای چشمم، مثل حالت رد و برق اونطوری برق زد اینا. و 2 روز بعدش داشتم تلویزیون نگاه میکردم، یه دفعه دیدم چشم سیاه شد، اصلا نمیدید، به طور کلی هیچی نمیدیدش. بعد قطره چشم دفع کردم خشکه، به خاطر اونه. یه 10 دقیقه طول کشید، بعد به حالت اینی که مثل کرکره داره بالا پایین میده، این رفت بالا هیمات پایین و خلاصی در دسترسی ندم، چشم شروع کرد به دیدم. بعد زنگ دادم امرجنسی، رفتم دکتر، به من گفتن که تو میگرن چشم داری و به خاطر این شده. و من از اون بعد 3-4 روز بعدش سردردهای بعد به من گفت اگه سردرد داری باید بری امارای بگیری از سره. من 3-4 روز سردرد داشتم ولی خیلی شدید نبود. 3-4 روز بعدش سردردام خیلی شدید شد، زنگ زدم به پرایمری دکترم، بعد رفتم دیدم، گفتم امارای میخوام بگیرم، اینجوری شده. امارای گرفتن و من فرستادم پیش نورولوژیست. بعد از امارای
سه تا تست کردن، الکتریک کردن سرم و آلتراسان کردن از اینجا. اینوی گفتن هیچی نیست، یه قرص به من دادن، من این قرص رو خوردم اصلا اثر نکرد و حالم بدتر شد. قرص زنگ دادم به دوستو، قرص رو قطع کردم. بعد ولی سردرده حالم اصلا خیلی بده، سردرد دلم نمی کنه، مرتب سردرد و سرگیجه و این قرص حتی به هم نفس تنگی هم داده بودش به خاطر همین قطعه. حالا گفتم از شما بپرسم ببینم واقعا این میگرن چشم بوده یا آیا میگرن چشم معالجه داره یا نداره. ممنون. شما چه بدبیدی هایی داری عزیزم؟ چه بیماری هایی داری؟ من بیماری ندارم به اون صورت، من فقط قرص کلسترول میخورم. چند سالتونه؟ من 78 سالمه دکتر. خب ببین عزیزم، اول اینکه در سن 78 سالگی میگرن چشمی تقریبا وجود نداره. میگرن چشمی بین 25 تا 50 سالگی هستش. بعدش دیگه اگر شما یه اتفاقی براتون افتاده ربطی به میگرن چشمی نداره. این تشخیص من اینه. شما به احتمال قوی، ببینم از گردنتون آلتراساوند کردن رگای گردنتون؟ گرفتن بله، از رگ گردن یعنی همون دکتر نورولوژیست رفتم چک کردن. بله گفتن رگای گردنتون بازه؟ گفتن مثلا یک کمی ممکنه گرفتگی داشته باشید ولی زیاد نیستش که این حالت رو به تو بده. خب من هنوز روی اون شک دارم، چون شما احتمالا جریان خون به چشمتون یه مقداری کم. شما مشکل قلبی نداری؟ ندارم دکتر، نخه. یعنی تا دو سال پیش که نداشتم، چک کردم همه چیزو. بله. هیچ وقت توی پاتون کلات ایجاد نشد؟ لخته نداشتی؟ سابقه لخته؟ نه خیر نداشتم. من با این وجود حدثم اینه که جریان خون از گردن به بالای شما ضعیف. جریان خونتون، اولین توصیه که می کنم اینه که حتما روزی یه دونه آسپرین بخورید. این خیلی مهمه. آسپرین باعث رقت خون میشه و جریان خون رو بهتر میکنه. دومین کاری که میکنی در روز حداقل 5 لیوان آب باید بنوشید. شما اشکال جریان خون دارید، همون کمی تنگ بودن رگ گردن شما جریان خون رو به چشمتون خیلی خوب نیست. و مشکل دیگه این مایگرن چشمی نیست. من اطمینان دارم که شما مایگرن چشمی ندارید. یکی این است. یکی دیگه این که یک بیماری وجود داره بهش میگیم تمپورال آرترایتیس. تمپورال آرترایتیس این رگیز اگر دست بذارید تو شقیقتون نبضش رو حس میکنه. گاهی اوقات التهاب این رگ باعث این علائمی که شما میگی در چشمتون میشود و من همیشه اگر شک بکنم به تمپورال آرترایتیس یه بایوپسی، یه تیکه از این رگ رو بر میدارم میدم آزمایشگاه که مطمئن بشم که شما تمپورال آرترایتیس ندارید. چون تمپورال آرترایتیس چیز خطرناکیست. اگر اون باشه اونو باید کورتون خیلی زیاد بهتون بدن، البته بعد از اینکه بایوپسی شو. به نظر من شما فعلا همین فشار خونتون کنترل بکنید، کلسترولتون رو کنترل بکنید، قرصتون رو مصرف کنید، آسپرین رو فراموش نکنید، مایعات هم مصرف بکنید. شما جریان خون به طرف مغزتون زیاد جالب نیست. خب خواهش میکنم، خواهش میکنم. خب داشتم صحبتم رو ادامه میدادم در مورد این هایدرو آی. من البته هیچ گونه به قول معروف سودی از هایدرو آی نمیبرم، فقط چون این مقاله بسیار بسیار جالب بود، ولی من هنوز هم به مریضام ندادم. فقط این مقاله رو من دیشب خوندم و الان با شما در میون گذاشتم. بنابراین یه نکته رو هم میخوام اینجا عرض کنم که بعضی از بیماران وقتی مراجعه میکنن توی مطب ازشون میپرسیم که شما واقعا خشکی رو دارید یا نه، میگوین ما علائم خشکی چی هست. من بهشون میگم علائم خشکی مثل اینه که خاک تو چشمتونه، قرمز چشمتون گاهی خارش میکنه، سوزش میکنه، تار میشه، گاهی قد دیدتون خوبه، گاهی قد دیدتون بده، احساس میکنید که ناراحت چشمتون
آبریزش داره گاهی، اینها علائم خشکی چشم هستش. بعضی از بیماران که ما علائم خشکی رو بس اینا علائم خشکی است که مریض حس میکنه. بعضی وقتا هست علائم خشکی هستش که ما نگاه میکنیم پشت دستگاه میبینیم. میبینیم مریض چشمش خشکه. میپرسیم ولی میگوید علائم نداره. اینها خشکی مخفی دارن. یعنی چی؟ یعنی به محض اینکه اینا عمل جراحی کدرک بکنیم، استرس عمل باعث بیدار شدن خشکیشون میشه. و به همین دلیل است که این افراد رو هم ما باید قبل از عمل به عنوان خشکی درمانشون کنیم که بعد از عمل جراحی این خشکی بروز نه. خب اجازه فرمید که من باز با دوست های صحبت کنم. دکتر رضاپور هستم عزیزم، بفرمید. دوستان خواستم باشم مجدرم زمان توش دارید. بفرمید عزیز. گفتن سوالی دارم، گفتن چشمم هم میگه از پرون میشه، گفتی واضح صحبت کنه من سرحال بشم. الو 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 سلام دارید؟ بله بله. آیدو تو من زنگ زدم بهتون دوباره، الان مجددا دارم مزاحمت میشم. موضوع همین چشمم که گفتم میگه از پرمون و دیدشان کم شد، خیلی کم شد، یعنی خطا رو حتی ممتد میبینم، صاف میبینم نوشته آره. و بعد چشمم راست من الان تازگی های چشمم هست یه پرده چپ نگاه میکنم میا یه پرده رد میشه میاد طرف راست نگاه میکنم میاد طرف چپ. وقت بعضی به مقام هم چند وقت پیش از اینم جرق میزم سی برق میچ که یه جایی تو هوا برق میشه که یه جرق میزد. وقت دست رو چش چپ من میلن دو تا مثلا اگه لامپ یه جای باشی دو تا میبینمش. تشکر میشن اگه توضیح. مشکلاتتون کم نیست. خب دکتر چش رو بردید چی گفته؟ او این میگه از پرونی اینا تموم میشه ولی این یکی هنون رفتن فعلوهای دوت. ببینید اون چیزی که شما میگویید گاهی اوقات میاد این طرف و میاد اون طرف، اون چیز مهمی نیست. اون در حقیقت زجاجیه داخل چشم شما هستش که شل شده و باعث حرکت، وقتی چشمتون رو حرکت میدید این حرکت میکنه. اون زیاد مسئله مهمی نیست، اینا معمولا بعد از مدتی از بین میرن. اما اون علت کاهش چشم شما چی بوده؟ آیا آب مروارید داشتید؟ کدرک داشتید؟ یا مکولار دیجنریشن داشتید؟ اونو بایستی بررسی بکنن و اون رو دنبالش برن. اون مسئله که حرکت میکنه چشمتون میاد و میره، اون مسئله مهمی نیست و نگران اون نباش. اگر تا آمورواری داشتن عمل کردم لنز داشتن عمل کردی آمورواریتون. خب الان اگر دیدت شما کمه بعد از آمورواری، ممکنه مکولار دیجنریشن دارید، یعنی فرسودگی شبکیه، که اونو حتما بایستی متخصص شبکیه ببینتتون و اونو بررسی بکنه. تشکر، خیلی ممنون. اجازه فرمایید که با دوست عزیز دیگر صحبت کنیم. دکتر رضاپور هستم، بفرمایید. سلام عرض کردم آقای دکتر. سوالی از شما داشتم، خواستم نظرتون رو ببینم. و اون اینه که صدای منو میشنوین آقای دکتر؟ من دارم به شما گوش میدم. خیلی ممنون. من مکولار جنریشن دارم هر دو تا چشم، ولی چشم راستم وضعش بهتره. وقتی که من میرم پلوی دکتر کدرکم رفتم متخصصش، وقتی سال یک بار میرم متخصص کدرک گفت که من احتیاجی ندارم برای فشار چشم راستم، چون گفت که معمولا وقتی میری دکتر یه خود ممکنه زیاد باشه، معمولا هم 22 اینطورا بود، ولی دکتر شبه که به من گفته که من بایستی چشم راستم حتما اون چیز قطره لاتینوپروست رو بریزم و هر شب یه قطره بریزم و منم این کار میکنم یک سال. دکتر متخصص شبکیه میگه که برای چشم راست، برای اینکه فشارت میزون باشه، باید این کار رو بکنی. ولی دکتر متخصص کدرک که سالی یک بار میرم، ایشون گفته که احتیاجی نیست که تو اون قطره رو بریزی، قطره لاتینوپروستو. و بعدش هم این دوتا دکتر با هم دیگه خیلی دوستن، برای اینکه ایشون من معرفی کرده، من پلوی اون دو متخصص کدرک. اینه که میخواد اسم ایشون هم نگم که ایشون گفته. من آخرین بار که رفتم پلوی دکترم این مکولار دیجنریشن گفت که
گفتم دکتر فکر میکنی من باید بریزم این قطره رو هر شب؟ گفت آره تو باید بریزی، من تجویزم اینه. ولی دکتر یارو مسخط اون یکی گفت نه، میخواستم نظر شما رو ببینم، چون شما همش میگین باید توجه کنی این قطره رو به موقع بریزی به موقع. اینه که حالا من نمیدونم، ولی اون میگه احتیاجی نیست، خیلی مهمه. اجازه فهمید؟ نه تکرار نکن، اجازه بدید. ببینید عزیز من، کسی که مکرو دیژنریشن داره با فشار 20، من شب خوابم نمیبره حتما، یعنی من 100% با متخصص شبکه شما موافقم با ریتینال اسپشیالیستتون که شما لتانوپرست رو بریزید، حتما هم بریزید، و بایستی فشار شما در حد 12 باشه. بیش از 12 اگر بود برای شما زیاده. ممکنه فشار 12 برای یه آدم معمولی اشکال نداشته باشه، ولی برای شمایی که مکرور دیژنریشن دارید باید تا اونجایی که ممکنه فشارتون پایین باشه. بنابراین حالا اگر شاید نظر من این هستش که پروستاگلاندین ها که لاتانوپراست هم جزء پروستاگلاندین هست، شاید برای کسی که مکرور دیژنریشن داره زیاد جالب نباشه، ولی به جای اون میتوانید از داروهای دیگری مثل سیمبرینزا، مثل برمانیدین، مثل آلفاگن، اونا رو استفاده بکنید. حالا به هر حال مقصود من اینه که شما باید داروی ضد فشار چشم مصرف بکنید. من با متخصص رتینای شما 100% موافقم. ابدا نبایستی اجازه بدید فشار چشم شما بیشتر از 12-13 باشه. خیلی ممنونم آقای دکتر، متشکرم. خب امیر جان ما چقدر وقت داریم؟ 2 دقیقه. خب دیگه وقت نیست، متاسفانه وقت ما در اینجا به پایان رسید. همونطور که عرض کردم ما امروز برنامه پرسش و پاسخ در رادیو رو نداریم، بنابراین برای هفته آینده برنامه پرسش و پاسخ هست. لطف کنید در اون برنامه سوالاتتون رو مطرح کنید. متاسفانه دیگه وقت باقی نمونده که من سوالاتی رو بگیرم و جواب بدم. برای همه شما آرزوی تندرستی میکنم، با پوزش از دوستانی که روی خطا موندن و با سپاس از دوستانی که با ما همراه بودن. برای همه شما آرزوی تندرستی، روزهای خوب دارم. برای مردم ایران آرزوی تندرستی، سربلندی، آزادی از قید حکومت جهل و جنون جمهوری اسلامی، و برای جمهوری اسلامی آرزوی زباله‌دار تاریخ میکنم که زیاد دور نیستی. با سپاس از کارگردان فنی امیر عزیز که مثل همیشه داهیانه و اندیشمندانه بنده رو برنامه رو کارگردانی کردن. امیر جان بدرود، تا درودی.